ریال را به پول ترجیح دادم. فداکاری بزرگ بنزما برای ریال مادرید، رنکینگ گرانترین باشگاه‌های فوتبال جهان، همسر لواندوفسکی راز درخشش است. سلام به کانال گامبا ورزش، خوش آمدید. ستاره فرانسوی جدید ریال مادرید انتقال به باشگاه محبوبش را باور نکردنی عنوان کرد. کریم بنزما به دلیل نیاز ریال مادرید حاضر نشد تا انگشت خود را دوباره جراحی کند. وضعیت انگشت آسیب دیده او غیر طبیعی است. فهرست با ارزش ترین تیم های فوتبال جهان از سوی وبسایت CIES منتشر شده است. آنها همسر رابرت لواندوفسکی نقش مهم در نظم غذایی و آمادگی جسمانی این ستاره لهستانی ایفا می کند. ادواردو کاماوینگا در آخرین روز نقل انتقالات تابستانی بود که از رن به ریال مادرید پیوست. ستاره 18 ساله فرانسوی که سابقه بازی ملی هم دارد با 40 میلیون یورو به ریال مادرید ملحق شد و امروز اولین تمرین خود را انجام داد. و سپس همراه خانواده اش در مراسم معرفه شرکت کرد و قراردادش نیز رسما به امضا رسید. او از PSG هم پیشنهاد داشت ولی در نهایت راهی ریال شد. کاماوینگا در نشست خبری مراسم معرفه درباره حضور در تمرین ریال گفت: خوشحال بودم، احساس راحتی کردم. پس از مشکلات و موانع در راه انتقالم حالا همه چیز خوب است و بسیار خوشحالم. پست بازی در ریال: اینجا هستم تا از ستاره‌های بزرگ ریال یاد بگیرم و باید خودم را به مربی ثابت کنم. می‌خواهم از تک تک دقایق حضورم در ریال لذت ببرم. داستان انتقال به ریال: در هفته‌های اخیر همه چیز جدی شد، ولی این که با چه کسان حرف زدم و با چه کسان حرف نزدم یک راز است. رقابت شدید در ریال مادرید: این باعث ایجاد انگیزه در من می‌شود. گفتم از ستاره‌های ریال چیزهای زیاد یاد خواهم گرفت، چه به لحاظ تاکتیکی و چه تکنیکی. نقش زیدان در انتقال: فصل گذشته همه تمرکزم روی فوتبال بود و انتقالم به ریال و مذاکرات تنها در یکی دو هفته اخیر بود که جدی شد. اولین بازی برای ریال مادرید: هیچ مشکلی ندارم و کاملا آماده بازی هستم. اگر مربی صلاح بداند همین یکشنبه برابر سلتا میتوانم به میدان بروم. کریم بنزما: او برای همه فرانسوی‌ها یک گلگو است و به خصوص با جوانان خیلی خوب ارتباط برقرار می‌کند. درباره وینیسیوس این نکته اثبات شده و کریم نقش مهمی در پیشرفت او داشت. کریم یک فرانسوی است و مطمئنم که به من در ریال مادرید کمک خواهد کرد. زبان اسپانیایی: خیلی نه، ولی میتوانم کمی صحبت کنم. انتقال به ریال و ریسک از دست دادن جام جهانی: هدفم این است که هرچه سریعتر به ترکیب ثابت برسم. تصمیم پیوستن به ریال را پس از مشاوره با خانواده گرفتم. انتخاب ریال: از کودکی رویای حضور در ریال را داشتم. در انتخابم پول هیچگاه جایگاه نداشت و پیشنهاد بهتر هم داشتم که رد کردم. در 16 سالگی تماس از ریال نداشتم، ولی میدانم که مرا زیر نظر داشتند. وقتی ریال پیشنهاد داد دیگر فکر نکردم. محقق شدن رویای حضور در ریال برایم باور نکردنی است. این یکی از بهترین روزهای زندگی ام است. 13 جنوری 2019 در بازی با ریال بتیس و بر اثر برخورد با مارک بارترا، انگشت کوچک دست راست کریم بنزما دچار شکستگی شد. کریم تک ستاره ریال در فصل بود که دیگر کریستیانو رونالدو حضور نداشت و بسیاری نگران دوری طولانی مدت او بودند، ولی ستاره فرانسوی تن به جراحی نداد و با بانداج و فیزیوتراپی سعی کرد در بازی‌ها حاضر باشد. کریم اگر جراحی میکرد دو مارو از دست میداد، ولی به دلیل نیاز ریال مادرید تصمیم گرفت که با همان وضعیت در بازی ها حاضر شود. او در پایان فصل توانست 30 گل به ثمر برساند و بانداج روی انگشت او همچنان خودنمایی میکرد. قرار بود پس از اتمام فصل جراحی روی دست او انجام شود و این اتفاق نیز رخ داد، ولی کریم که باید دو مدوران ریکاوری را طی میکرد زودتر از حد معمول به تمرینات برگشت و در یکی از برخوردها انگشت او بار دیگر آسیب دید. بانداج روی دست کریم دیگر به یک اتفاق عادی تبدیل شده است، ولی کمتر کسی تا قبل از انتشار تصاویر او در بازگشت به تیم ملی فرانسه از وضعیت انگشت او باخبر بود. انگشت کوچک بنزما حالت غیر معمول و کج دارد که نشان می‌دهد بازگشت زود هنگام او به تمرینات و قبل از بهبودی کامل چه تاثیر منفی داشته است. بنزما در دو فصل گذشته با وجود این مصدومیت توانسته بهترین آمار گلزنی را به ثبت برساند. فصل گذشته او 34 گل به ثمر رساند، یعنی 30 گل برای ریال مادرید و 4 گل برای فرانسه در یورو 2020، و هنوز هم فرصت پیدا نکرده تا بار دیگر انگشت خود را در اختیار جهان قرار دهد و شاید به این زودی ها نیز چنین فرصت نصیب او نشود. با توجه به پایان زمان فعالیت در بازار نقل انتقالات، سازمان بین المللی تحقیقات ورزش CIES رده‌بندی گران قیمت ترین ترکیب تیم های اروپا را منتشر کرده است. لازم به ذکر است که این رده‌بندی هیچ ارتباط به ارزش کلی و برند باشگاه ها ندارد و تنها قیمت بازیکنان حال حاضر در تیم ها مورد بررسی قرار گرفتند. جای هیچ تجربه ندارد که بر اساس این تحقیقات منچستر سیتی با ترکیب با ارزش 1.8 میلیارد یورو در رده نخست قرار دارد، در حالی که منچستر یونایتد با ترکیب با ارزش 961 میلیون یورو در رده دوم و باشگاه پاریس سن ژرمن با 939 میلیون یورو در رده سوم قرار دارد. رئال مادرید با 787 میلیون یورو و چلسی با 780 میلیون یورو در رده های چهارم و پنجم این رده بندی قرار گرفتند.
لیورپولی ها با 672 میلیون یورو، یوونتوس با 657 میلیون یورو، آرسنال با 630 میلیون یورو، بارسلونا با 578 میلیون یورو و تاتنهام با 551 میلیون یورو در رتبه های بعدی قرار دارند. در نهایت میلان با 287 میلیون یورو در رده 24 قرار دارد. بین تیم های ایتالیایی ناپولی پس از یوونتوس با 417 میلیون یورو در رده 14 قرار دارد، در حالی که روم با 362 میلیون یورو در رده 16 و اینتر با 341 میلیون یورو در رده 19 این فهرست قرار دارد. رژیم غذایی روبرت لیواندوفسکی توسط همسرش آنا طراحی شده و او از برنامه رژیم معکوس برای بهبود شرایط روبرت لیواندوفسکی استفاده می‌کند و این برنامه نقش مهمی در اوجگیری این بازیکن در سال‌های اخیر داشته است. رژیم غذایی معکوس در واقع نوع برنامه غذایی است که شامل افزایش تدریجی کالری تا چند هفته یا چند ماه برای افزایش متابولیسم و کمک به سیستم بدن برای سوزاندن کالری بیشتر در طول روز است. نشریه تایمز مدعی شد همسر لیواندوفسکی دارنده مدال جهانی کاراته و مربی رشته بدنسازی بوده و با طراحی برنامه غذایی برای رابرت نقش مهمی در درخشش او در سن 33 سالگی و تبدیل شدن او به بهترین مهاجم نوک فوتبال جهان ایفا کرده است. مهاجم لیستانی و همسرش ابتدا در رژیم غذایی یک بادخند سبک مانند یک تکه کاکائو خالص میل می‌کند. در ادامه از برنج با گوشت یا ماهی استفاده شده و البته وعده غذایی با نوع سالاد یا سوپ شروع می‌شود. در این رژیم مواد غیر مجاز شامل هر نوع غذای سرخ شدنی یا فست فود، شیرگاو یا لاکتوز و آرد گندم می باشد. همچنین اسپاگتی، سبزیجات، ارزن و فرنی جو در برنامه غذایی هفتگی آنها وجود دارد. اما این زوج هر دو یک مربی خواب نیز دارند که به آنها کمک می کند به خوبی استراحت کند. با وجود نور چراغ آبی یا صفحه نمایش تلویزیونی در اتاق خواب آنها ممنوع بوده، رایحه‌های خاص در محل استراحت ترشح می شود که البته گرمتر از 21 درجه نیست. این زوج همچنین توشک مخصوص دارند که به آنها کمک می کند راحت تر چشمان خود را ببندند. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.